سلام به شما هم میهنان گرامی و بینندگان عزیز سیمای آزادی. آرزوی سلامتی و سرفرازی براتون دارم و امیدوارم در برنامه تقاطع خبرهای امروز با ما همراه باشید. در برنامه امروز ابتدا گزارشی داریم از بحران آب که اکنون به یک بحران سیاسی و امنیتی برای رژیم تبدیل شده. گزارش دیگه امروز ما درباره به حاشیه رانده شدن رژیم در سوریه است. در ادامه برنامه گزارشی از روزنامه‌های حکومتی امروز رو به آگاهیتون می‌رسونیم و در انتها هم طبق معمول گزیده‌ای از مطالب طنز و کاریکاتورهای سیاسی از نظرتون خواهد گذشت. امیدوارم که این مجموعه مورد توجهتون قرار بگیره. بحران آب مردم سراسر کشور رو غرق در رنج و مصیبت کرده. هزاران روستا به خاطر کمبود آب خالی از سکنه شده و روستایان هستی از دست داده به شهرها گریختند و حاشیه سیاه شهرها هر روز بر اثر هجوم این روستایان محروم و گرسنه متورم تر میشه. در داخل شهرها هم وضعیت چندان بهتر نیست. در برخی از شهرها در لوله های آب به جای آب صاف و سالم آب گلالود و گاهی هم هوا جاریه و این وضعیت تازه در زمستونه. وای اگر تابستون از راه برسه. در این گزارش قصد نداریم به بحران آب که اساساً محصول این حاکمیت فاسد و ویرانگره بپردازیم که چندین برنامه رو طلب میکنه. تنها میخواییم این بحران رو که در حال حاضر ابعادی سیاسی و امنیتی پیدا کرده و ابعاد اون هم در همین یکی دو روز اخیر گسترش داشته رو مورد بررسی قرار بدیم. گزارش کوتاهی در این رابطه. پس از آن که حتی مهره‌ها و رسانه‌های باندهای همسو با روحانی به طور وسیعی گفتند که دولت امور کشور را رها کرده، روحانی امروز نشستی با مدیران بالای وزارت نیرو برگزار کرد و کلی گفتار درمانی و باید درمانی را صرف آنها کرد و مشتی بعدی دروغ و آمار و ارقام ساختگی هم برای رفع تشنگی به مردم داد. نباید بذاریم هیچ مشکلی برای مردم پیش بیاد، هیچ ناراحتی برای مردم پیش بیاد. البته این بار روحانی صرفاً به باید و نباید اکتفا نکرده و برای حل مشکل آب راه حل هم داده. گوش کنید. آموزش پرورش بیاد یاری کنه، کلاس های درس، معلمین بیان یاری کنن در صرفه‌جویی آب، صرفه‌جویی برق، اینکه چجوری باید یاری کنن وزارت نیرو رو. آیا برخی از میوه ها یا حالا سیفیجات یا هرچه کشاورزی در هر بخشی تولید در داخل بکنیم به نفع ماست یا بریم فرامرزی ما تولید بکنیم، بریم از یک کشور دیگه زمین اجاره کنیم، اونجا آب ممکنه خیلی هم فراوان باشه، ارزون هم باشه، ما اونایی که پر مصرف هست محصولات ببریم اونجا. روحانی روز سه‌شنبه هفته گذشته هم در مجلس مدعی شد که به فکر همه استانها و مناطق کشور هست و همه مسائل را با هم و همزمان حل خواهد کرد. و بی تردید ما به فکر همه مناطق کشور و استانهای عزیز ما خواهیم بود و نمیگذاریم همون جور که ما باید برای اصفهان دلسوزی کنیم، باید برای یزد، برای کرمان، برای سمنان، برای خوزستان، برای قم، برای همه جا، همه کشور، ما مسئله مهم و اساسی برای ما مطرحه. بنابراین این مشکل رو باید حل کنیم و این مشکل رو حل میکنیم. حالا بودجه در اختیار شماست. به هر حال در بودجه شما اقداماتی که باید انجام بدید، اون اقدامات رو شما تلاش کنید و انجام بدید و ما هم اقدامات لازم رو انجام خواهیم داد. حالا اجازه بدید من مباحث مهم دیگر باقی مونده، وقت منم زیاد باقی نمونده در اینجا، توجه کنید. آقایون دوستان رو بفرمایید بنشینید، نظم جلسه رو رعایت کنید، اگر آدم حرفی هم داره باز طریقش میگه بفرمایید. اما چرا این حرفهای روحانی این چنین باعث تشنج در مجلس و اعتراض شمار زیادی از اعضای مجلس شد که اینجا ما فقط گوشه ای از آن را دیدیم.
علتش شیوه شیادانی کلاه به کلاه حل مسئله است. رژیم آب اصفهان را به یزد منتقل می کند. وقتی اعتراضات مردم و کشاورزان استان اصفهان بالا می گیرد، می خواهد آب کارون و خوزستان را به اصفهان منتقل کند. خوزستانی که خودش به خاطر سدسازی های احمقانه و بیرویه سپاه در بیابی دارد می سوزد. و در این میان روحانی در حالی که در تامین آب آشامیدنی شهرها درمانده، دم از انتقال آب دریای خزر به سمنان و کویر مرکزی ایران می‌زند و نماینده های رژیم از استان مازندران که ظاهراً این حرف را باور کردند دست به اعتراض می‌زنند. و وقتی اعتراضات بالا می‌گیرد، اسحاق جهانگیری معاون روحانی ناچار اعتراف می‌کند که حرف‌های روحانی را جدی نگیرند. پاراف رئیس جمهوری هم جنبه اجرایی ندارد و در حد پاراف است. با دیدن این گزارش و شیوه کلاه به کلاه که دولت روحانی اون رو به یک شیوه کشورداری ارتقا داده، یاد داستان اون کسی افتادم که گوسفند می‌دزدید و بعد اون رو سر می‌برید و گوشتش رو خیرات می‌کرد. گفتن خب این چه کاریه که می‌کنی؟ گفت خب گوسفند می‌دزدم، یک گناه، گوشتش رو خیرات می‌کنم که ثوابش با اون گناه سر به سر میشه. این وسط پوست و روده و دل و قلبش هم گیر خودم میاد. به نظر میرسه که در این کلاه به کلاه کردن و آب این استان رو به اون استان دادن هم یک چیزایی گیر آخوندها و پاسدارهای حاکم میاد.